توی یکی از سلولای بند 209 زندان اوین یکی هفت‌سین نوروز رو روی دیوار حک کرده بود. یکی از زندانیان سیاسی میگفتش که با همین دیوار سار رو تحویل کرده. توی سلول دیگه تو بند 240 زندان اوین یکی اسامی سینهای سفره نوروز رو روی دیوار نوشته بود و این شده بود سفره هفت‌سین نوروز زندانیانی که به این سلول گزارشون افتاده. نوروز در زندان چه شکلیه؟ به قسمت 27 پادکست یک پرونده خوش اومدین. من فرشته قاضی هستم. یک پرونده. وقتی به پیشنهاد فرید تصمیم گرفتم ویژه نوروز این قسمت رو به نوروز در زندان اختصاص بدم، خودم هم جا خوردم از میزان نامتجانس و نامعنوس بودن دو واژه نوروز و زندان کنار هم. نوروز که آزادیه و جوونه و تازگی و نو شدن و بهار، و زندان که اسارته و دربند بودن و دیوار. اما مگه نه این که نوروز و بهار از هر روزنه‌ای میگذرن و هیچ دیواری سد راهشون نیست؟ تو این قسمت از پادکست یک پرونده با امیر سالار داوودی به بند مردان زندان اوین میریم و با عالیه مطلب‌زاده به بند زنان این زندان و از اونا میشنویم که نوروز در زندان چجوریه، چه رنگیه. آی فلک که گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه بهار کدوم وره؟ خونه بهار کدوم وره؟ خونه بهار کدوم وره؟ امیر سالار داوودی وکیله، وکیل خیلی از زندانیای سیاسی و مدنی که خودش هم سال هاست کنار موکلانش زندانیه. من با او وقتی که برای اعاده دادرسی بیرون از زندان بود حرف زده بودم و با زندانی شدنش نتونسته بودم منتشر بکنم تا الان. عالی مطلب‌زاده فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی سابقه که مثل امیر سالار تجربه چند نوروز رو توی اوین داره. نوروز برای ما ایرانی ها از مدت ها قبل از اومدنش شروع میشه، شاید از همون اوایل اسفند که به استقبال میریم. زندانیان بند زنان زندان اوین ما از دو سه ماه زودتر به استقبال میرن، از زمانی که شروع میکنن به تدارک دیدن هدایای نوروز برای خانواده و دوستاشون بیرون از زندان و همبندی هاشون داخل زندان. طبیعتا این هدایا کارهای دستی خودشونه. زندانیان سابق این بند میگن که کارگاه محرق بند توی این مدت حس و حال خاصی پیدا میکنه. شاید هم همین باعث میشه که توی زندان خیلی زندانیا میرن به سمت انجام و یاد گرفتن کارهای دستی، مثل محرق، مثل چرم یا بافتنی و از این دست. عالیه میگه که همزمان با تدارک دیدن هدایا چهارشنبه سوریه که اهمیت ویژه‌ای برای زندانیان بند زنان زندان اوین داره. چهارشنبه سوری هم از روزهاییه که اکثریت بچه‌ها بهش اهمیت میدن، براشون مهمه و سعی میکنن به شکل ویژه برگزارش کنن، با مشارکت هم آش رشته تهیه میکنن و بعد از ظهر تو حیات بند جمع میشن و سرود میخونن و با وجود مخالفت ها و محدودیت هایی که خیلی وقتا دفتر برای روشن کردن آتیش ایجاد میکنه، اما بچه ها به هر حال همیشه آتیششون هم روشن میکنن و از روی آتیش هم میپرن. اسفند اما برای ماهای که بیرونی ماه خونه تکونیه و امیر سالار میگه زندان که خونه نیست، اقامتگاه اجباریه و زندانیا با هم اقامتگاه تکونی میکنن. با اهتمام همه تقریبا اعضای اتاق هست. شاید کسانی باشن که مثل من که بیرون دست به سیاه‌سفیدم نمیزدم و همیشه طناز خانم بسیار به من در این مورد خورده میگرفت، به حقم خورده میگرفت، ولی در زندان دیگه این خبرا نیست. البته این تمیزکاری که خب در طول سال هم انجام میشه، ولی اون به اصطلاح خونه تکونی یک تمیزکاری جدیتر که در زندان کاملا ملموسه و دیده میشه و بچه‌ها با شوق انجام میدن، چون هم وقتشون میگذره، هم اینکه به نوعی میتونن یک لحظات دست کم فراغتی رو از
فکر مشغولی هایی که در بیرون از زندان دارن داشته باشن و خودشون آماده میکنن برای استقبال از آمدن بهار. حالا خونه تکونی که نمیشه گفت، حالا اونجا اقامتگاه ما محسوب میشه دیگه، یا اقامتگاه تکانی میشه گفت. عالی اسمش رو میذاره بند تکونی. کم کم که به آخر سال نزدیک می شدیم، بحث بند تکونی بود که معمولا وکیل بند با اعضای شورا که در واقع نماینده های اتاقای مختلف بند بودن، متعبین سه تا اتاق، بعدن یه اتاق دیگه هم اضافه شد که هر اتاق نماینده خودشو داشت، که اینها با هم می نشستن و تفکیک وظیفه می کردن. یعنی تمام کارهایی که برای تمیز کردن بند به شکل کامل اساسی نیاز بود رو دستبندی می کردن، می زدن روی دیوار لیستش رو، تا بچه هایی که حالا به فراخور شرایط جسمیشون و اینه که خب چه کسی چه کاری رو ترجیح می ده انجام بده، یه گزینه یا دو گزینه رو انتخاب کنن. همونطور که خونه تکونی تو زندان جاشو داده به اقامتگاه تکونی و بند تکونی، بازارچه های نوروزی هم تو زندان خلاصه شدن تو فروشگاه های کوچیک و محدود هر زندانی. امیر سالار میگه که از یکی دو هفته قبل بهار مسئول فروشگاه لیست خرید رو از زندانی ها میگیره. مسئول فروشگاه که تحت قرار داد با یک بنیادی به نابنیاد تعاون هست میاد و از شما مثلا لیست میگیره، میگه اگه آجیل میخواید آجیل براتون بیاریم، اگر شیرینی میخواید شیرینی براتون بیاریم، انواع شیرینی ها، تر، خوش، هر کسی دلش بخواد میتونه سفارش بده. در اینجا شما کاملا شرایط طبقاتی در زندان رو میبینید. یعنی خب واقعا بعضی از اتاقها و بعضی از بچه ها هستن که سال به سال حتی توانایی خریدن میوه هم ندارن، هرچند که به هر حال کسانی که اونجا هستند رها نمی کنند و انقدر شرف دارند که کاری کنند که همه از اتفاقات خوبی که قرار در شب سال تحویل بیفته بهره مند بشن. در بند زنان هم فروشگاه کوچیک بند هست و سفارش می گیره، اما این بند به قول عالیه یه شیرینی پز قهار داره. معمولا بچه ها خودشون سعی میکنن شیرنی ها رو بپزن، شیرنی های مورد نیاز برای هفت‌سین و عید و حالا یه وقتی حتی چهارشنبه سوری هم هست. با امکانات محدودی که داخل زندان هست واقعا با خلاقیت و ذوق زیادی اینا تهیه میشه. سپیده وقتی که هست، سپیده قلیان تبحر داره در زمینه شیرنی پزی و واقعا با اون امکانات کم خیلی وقتا معجزه میکنه. کیک ها و شیرنی های متنوعی رو که درست میکنه باور کردنی نیست که با اون امکانات و توی زندان تهیه شده باشن. توی یکی از اتاقای بند زنان زندان اوین یه فضای کوچیکی هست که با پرده از بقیه اتاق جدا شده و زندانیای این بند بهش میگن اتاق تاناکورا. لباس و ملافه و حوله و وسایل دیگه از این دست اونجا نگهداری میشه و توی زندانیا در اختیار کسایی قرار میگیره که از بازداشتگاه ها و بعد انفرادی و بازجویی به این بند منتقل میشن. کسایی که یهو توی خیابون بازداشت شدن یا مامورا ریختن خونهشون و گرفتنشون و هیچ وسیله ای همراه خودشون ندارن. آلیه میگه که اتاق تاناکورا تو اسفند و قبل نوروز بازنگری میشه، همون جایی که رومیزی و ظرف هفت‌سین هم توش نگهداری میشه. یک سال یادمه که بچه ها دنبال یه رومیزی بودن و بالاخره تونستیم یه پارچه بزرگ سفیدی رو پیدا کنیم، اون رو به عنوان رومیزی که از بچه ها که وارد بود تو برش و دوخ آمادش کرد و روزها چند نفر با هم وقت گذاشتن برای اینکه این رو با قلمو و یه سری رنگایی که داشتیم اونجا تو بند طرح کشیدن، حاشیه‌شو با اسامی بچه‌هایی که اون سال توی بند بودن رو تزیین کردن و اسامی رو نوشتن، اون شد در واقع رومیزیمون و سفره هفت‌سین روی اون چیده شد. بعدن هم همه این وسایل مجدد میرفت تو بخش تاناکورا و نگهداری میشد برای استفاده در سال
سالهای بعد یا وقتای سالهای بعد بچه ها از همین وسیله ها دوباره میتونستن استفاده کنن و هیچ چیزی تقریبا در بند زنان معمولا دور ریخته نمیشه، اقلامه به این شکل رو همیشه سعی میکنن بچه ها حفظ کنن تا در سالهای بعد هم با کمبود برخورد نشه. چیدن هفت‌سین تو بند زنان مناسک و آداب خودش رو داره. عالیه میگه تا زمانی که مریم اکبری منفرد توی اوین بود خیلی با سلیقه و وسواس خاصی عهده‌دار این چیدمانه میشده. در قسمت 21 این پادکست درباره مریم اکبری منفرد حرف زدم. پیشنهاد میکنم که اون قسمت رو گوش بکنید. اما از امیر سالار پرسیدم که تو بند مردان سفره هفت‌سین چجوری آماده میشه؟ هر اتاقی بالاخره ظروفی داره که از زندانیان قبلی باقی مونده، یا خودشون وارد کردن یا خریدیم. به هر شکلی میچینیم مرتب. و سفره هفت‌سین هم که در واقع یکی از مهمترین ارکان سال تحویل هست، بله، ما همه زندانیان این اهتمام رو دارند که سفره هفت‌سین رو هم به شکل‌های مختلف، حالا یا سمبولیک یا سنتی. من سنتی این که خب بالاخره همون ترکیب همیشگی، سمبولیک هم بعضن به صورت اعتراضی میان به این سفره رو میچینن. مثلا سینه هایی که وجود داره رو در زندان مثلا چند تا ساس میگیرن میکشن، این یه سین میشه مثلا، فرض بفرمایید یه سین مثلا میشه، رو کاغذ میمیسن، سلول میزنن روی بشقابی و سفره رو اینجوری میچینن. امیر سالار میگه که گاهی لوبیا جایگزین سبز در زندان میشه. بسیاری از بچه ها علاقمندن و میرن لوبیا میکارن، عدس میکارن و اینها رو سبز میکنند قبل از مثلا حدودا یک ماه قبل یا 15 روز قبل. سعی میکنند که یک سبزی هم بنا به سنتی که نوروز داره ایجاد بکنند. توی زندان طبیعتا بسته به روحیات زندانیا کیفیت و نوع برگزاری مراسم نوروز هم تغییر میکنه. زندانیان سابق بند 350 زندان اوین نقل کردن که وقتی محمد علی دادخواه، وکیل و حقوقدان زندانی بود، نوروز میشد مراسم نقالی و شاهنامه خوانی، چیزی که بعد او دیگه تو زندان تکرار نشد. امیر سالار از فضای زندان در تحویل سال نو میگه. به محض اینکه سال نو تحویل میشه، خب صدای سوت و کف و دست و جیغ و بعضن شعرخوانی و هورا کشیدن و اینها بلند میشه و بچه ها از اتاقی به اتاق دیگه میرن و سر میزنن و به هم دیگه تبریک میگن. یعنی این سنت در زندان هم رعایت میشه، میرن و همدیگه رو دید و بازدید میکنن، بغل میکنن، دست میدن و حال تبریک میگن، آرزوهای خوب برای هم میکنن. اولین آرزو هم که طبعا آرزوی آزادی است، آرزوی وطن، آرزوی مردم، آرزوی آزادی، منظورم آزادی مردم و آرزوی آزادی وطن و سایر آرزوهایی که به هر حال هم جنبه شخصی داره هم جنبه ملی داره. و بعد شام شب حالا یا روز اول فروردین بستگی داره، باز هم بستگی به توان مالی داره. البته عرض کردم این اهتمام وجود داره که همه زندانیا کمک میکنن که همه به یک نحوی بتونن در این روز خاص اتفاق خوب رو با هم دیگه رقم بزنن. سفره هفت‌سین بند زنان زندان اوین تو اتاق یک این بند برپا میشه که اتاق اصلی این بند و آشپزخونه هم توی اون قرار داره، به قولی پرتردترین اتاق بند زنان که تلویزیون هم داره. عالیه میگه موقع تحویل سال همه زندانیا توی همین اتاق جمع میشن. دور میزی که هفت‌سین روی اون چیده شده، دست در دست هم لحظه تحویل سال کنار هم هستن. بعد از تحویل سال خب طبق معمول همه به هم تبریک میگن، روبوسی میکنن، همدیگر رو در آغوش میگیرن. به نوعی بزرگترین آرزو، آرزوی آزادیه، آزادی همه زندانی ها، آزادی ایران. و دست در دست هم معمولا سرود میخوندیم، ای ایران رو حتما میخوندیم جز به این سرودها. و لحظه خیلی خاصی بود دیگه، خیلی واقعا اون لحظه من میدیدم که بچه ها بی اختیار گریه میکنن. یه حس خیلی عجیب و غریبی داشت اون لحظه تجربهش، اینی که به هر حال خیلی ها یک جورایی هم شادی توش بود هم غم و دلتنگی، اینی که خب خیلی ها دوست داشتن اون لحظه کنار خانواده هاشون باشن و فکر میکردن که الان خانواده هم با جای خالی اونها مواجهه.
با همه تلاش های زندانی ها برای جشن گرفتن نوروز، اما نوروز زندان به گفته امیر سالار داوودی خیلی غریبه. کنار عزیزانتون نیستید و خب سخت، خصوصا اونهایی که به هر حال بچه هایی دارن که باید به هر حال کنارشون باشن، یا کسانی که به هر حال مادر و پدری دارن که مریض احوالن و تمام دل خوشیشون اینه که شب عید بچه هاشون کنارشون باشن. بزرگترها، اونهایی که سن و سال بیشتری دارن، اونهایی که قدیمی تر هستن، سعی میکنن، واقعا سعی میکنن با تمام وجود شرایط رو از اون حالت رخوت خارج کنن، از اون حالت غم انگیز بودن خارج بکنن، حتی شده شوخی بکنن یا شعرهای دست جمعی تو حیات هواخوری بخونن، یا در واقع بازی های دست جمعی مثل مافیا که خیلی پرطرفدار در شبهای منتهی به عید انجام بدن، به نوعی که بچه ها بتونن روحیشون رو بازیابی بکنن. خیلی براشون مهمه که بچه هایی که کوچیکترن یا سنشون کمتره یا بار اولشونه یا سابقه کمتری در زندانی کشیدن دارن و اولین عیدشونه که در زندانن، اونها احساس قربت نکنن، چون واقعیت اینه که در زندان عید بسیار غریبه و تق و لقی روزهای تعطیل زندانه که به گفته امیر سالار مشکل مضاعفیه برای زندانیا و به این غربت اضافه میکنه. مسئولین زندان در روزهای تعطیل فروردین میرن مسافرت و بنابراین زندان تق و لق، اصطلاحا بهداریش تق و لق، نمیدونم مدیریتش تق و لق، بنابراین اگر اتفاقی در زندان بیفته یا مثلا برای یک زندانی حالا مشکلی پیش بیاد، ما اینجا خیلی چالش ها خواهیم داشت. بنابراین از جهت راه افتادن کار بچه ها در زندان، دست کم من که بیشتر درگیر بودم با کار بچه ها و بنا به وظیفه سعی میکردم که آنچه که دستم برمی انجام بدم، واقعا یکی از بدترین اوقات سال همین در واقع ماه فروردین هر سال بود. در این قسمت از پادکست یک پرونده از نوروز در زندان گفتیم، از بندهای عمومی زندان اوین. طبیعتاً تو زندانهای مختلف زندانیا تجربه های متفاوتی دارن، اما اونچه که مهمه اینه که هیچ دیواری سد راه نوروز نمیشه و زندانیا با همه محدودیت ها و فشارها نوروز رو با امید به آزادی و نو شدن جشن میگیرن. شفیه کدکنی، شاعر سرشناس کشورمون، تو مجموعه شعر طفلی به نام شادی میگه که ای خزانهای خزنده در عروق سبز باغ، کین چنین سرسبزی ما پای کوبان شماست. از تبار دیگریم و از بهار دیگریم، میشویم آغاز آنجایی که پایان شماست. به ما که خسته ایم بگو خونه بهار کدوم وره، خونه بهار کدوم وره. من فرشته قاضی هستم و همراه با فرید امین همکارم امید داریم به آزادی و به روزی که هیچ نیازی به ساخت یک پرونده نباشه. خدا نگهدار.